الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله شما در سوره مائده سورة مائده ان شاء الله رسولين در سوره مائده ما و شما در سوره النساء خواندیم که الله متعال رد کرد برای انسانهای جاهلیت که قبل از اسلام بودند، چی یهودیا بودند، چی نصرانیا بودند، چی مشرکین قریش بودن و چی هم کسایی که در امپراتوری فارس روم بودند، سر از اونها رد کرد بر کی به مشرکین و در سوره مائده ما که هست رد میکنه سر او کسانی که در مسائل تحلیل و تحریم حلال و حرام مداخله میکنه. الله مطال بیان میکنه که حکم حلال یا بیان ارزش ها که چی حلال است چی حرام است چی خوب است چی زشت است الله مطالی بیان میکنه که مخصوص الله است وقتی شما میگین که الله خالق ماست اله ما هست اله دو خصوصیت داره ذات شبادت میشه و شریعتی که او تعیین میکنه او شریعت طاعت میشه مشرکین خودشان قانون سازی میکردن زیاتر قانون که پدرایشان می ساختند از او پیروی میکردن پدر سالاری میکردن یهود علمای درباری خود صلاحیت داده بودن که حلال الله را حرام بکنن و حرام الله را حلال بکنن اینا احبار سالاری میکردن نصرانی ها بر یک تعداد کسایی که عالم به نام فادر و مادر و کشیش و پاپ گفته میشه بر از اینا صلاحیت میدن که اینا برشان حلال حرامت این بکنن اینا را راهب و راهبه میگن رهبان سالاری میکنن و یک تعداد از دیگه مردم های عصر جاهلیت نفس سالاری میکنن افرائیت من اتخذ الهه و هوا میگن که حکومت مردم باشه حکومت نفس باشه توسط نفس باشه و برای نفس باشه در قسمت از این امی قوانینی که نامی سازن الله متعال بیان میکنه که نخیر شریعت الهی ارزش ها را مخصوص خالق متعال بیان میکنه موضوع دومی که در سونی مبارک بیان میشه که شما قلب هایتان متعلق به دشمنای الله که یهود و نصارا هستند زد شریعت الله کار میکنن به او خود متعلق نسازین مسئله سوم مسئله وفا به عهد و عقد است ما و شما عهود داریم و عقود داریم عهد داریم به امرای الله عهد داریم که یا الله وقتی کلمه میخوانیم هر کسی که کلمه لا اله الا الله محمد و رسول الله می باید بفهمه که ما با خالق خود چی عهد داریم مثلا کافر شما رو میگم میگه وقتی من کافر هستم مال مسلمان شوم ال ما که مسلمان شدم چرا کلمه را بخوانم شما میگین به خاطر ازی که در این کلمه سه تعهد است که تو باید به خالقت بکنی تعهد اول یا الله به غیر از ذات تو ما هیچ کس دیگه را عبادت نمیکنم قبلا تو میتونستی به بت عبادت بکنی قبلا میتونستی به مجسمه لینن رکوع سجده بکنی میتونستی به مجسمه یا کو ها ما بری سجده بکنی میتونی به قبر ها سجده و رکوع بکنی وقتی که مسلمان شدی تعهد کردی که رکوع سجده و هر چیزی که نامش عبادت است سوره خاص بر الله میکنی تعهد دومتی است که یا الله به از شریعت تو من هیچ قانون دیگه را پذیرفته نمیتونم نمیپذیرم و بالای خود و بالای زیر دستان خود و در قدرت جهانی هم اگر حاصل میکنم که خلیفه الله در زمین الله می باشم بغیر از شریعت الله چیز دیگه را تطبیق نمی کنم بران قبلا که کافر بودی تو می تانیستی مارکسیس شوی می تانیستی کمونیس شوی می تانیستی سوسیالیس شوی می تانی مثلا سیکولر شوی می تانیستی که دموکرات شوی می تانیستی که مثلا با افکار اندیشه های مختلف بری حالی که مسلمان شدی بغیر از اندیشه اسلامی بغیر از شریعت الهی چیز دیگه را تو قبول کردن نمی و تعهد سومی که میکنی ای است که قبلا هر کسی را رهبرت گرفته میتونستی حالا که کلمه خواندی عبادت الله را و اطاعت الله را به طریقی او رهبر و او پیشوایی میکنی که الله بر تو تعیین کرده که او چی هست محمد و محمد رسول الله پس لا اله نیست هیچ کسی مستحق ای که ذاتش عبادت شود و شریعتش تطبیق شود و غیر از الله دی دو تعهد است و محمد رسول الله تعهد سومی است که یا الله عبادت و اطاعت تو را به طریقی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدم پس در این سوره مبارک امی تعهدات بیان میکنه و عقد هایی که انسانها یا با خالقش و یا با مخلوق کرده و او تعهدات و او عقدهایی که مردمای جاهلیت با بتها و با احبار و با رحبان و با نفس و با پدر سالاری خود کرده بودن اونا را باید چی کنن در این سوره مبارکه چی میشه الله متعال در این سوره مبارکه 16 مرتبه بنده های خدا به یا ایها الذین آمنو خطاب میکنن تا این بنده هایش بفهمن که خطاب الله به طرف از اونا هست ومتوجهي باشن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان اوفوا وفا بالعقود باقتحام عقود خاصة وعقود عامة شما بتمام اذنها وفا بكونين احلت حلال کرده شده هاس لكم براي شما بهيمة انعام حيوانات حيوانات بيزبان الا مگر مایوت لا آنچی که تلاوت میشه بیان میشه علیکم بر شما مگر او حیواناتی که باز بر شما بیان میشه که گوشت های را شما خورده نمیتونین غیر محلی سین بغیر غیر از حلال شده شکار و انتم حرم در حالی که شما یعنی شما نمیتونین که شکار بکنین در حالی که شما حرم در حالت احرام هستین در حج و عمره وقتی که احرام بسته میکنین در اینجا باز شما شکار کرده نمیتونین ان الله یقینا که الله متعال حکم و حکم میکنه فیصله میکنه حکومت میکنه ما آنچه را که یرید و خواسته باشه حکومت چی است حکومت قوای مقننه داره حکومت قوای اجرایه داره و حکومت قوای قضایه داره پس اینجا حکومت مربوط الله هست الله قوانین و شریعت تعیین میکنه الله قاضی ها را تعیین میکنه فیصله چه قسم باید شوه مطابق شریعت الله شوه و الله متعال است که پیغمبرها را میفرسته و این پیغمبرها در رأس اینمی حکومت الهی میباشند و بعد از پیغمبرها دیگه بنده های الله که به شرطی که شریعت الله را تطبیق بکنند پس الله متعال فیصله میکنه هر چیزی که خواسته باشه یا لذین الذین امن و ای مؤمنان لا تحلوا اینجا تحلوا به معنای بی عزتی نکنین احلال به معنای حلال ساختن هم است و به معنای بی عزتی هم منظور اینجا بی عزتی هست میگه لا تحلوا شما چی نکنین بی عزتی نکنین با چی بی عزتی نکنین شعائر الله نشانه های الله هر چیز از خود علامت و سمبول داره. در اسلام علامت سمبول دین چی هست؟ قرآن از این شان است احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است عبادت هایی که الله متعال بیان کرده اینا کلش نشانه ها یا شاعر الله هستند شما یا چی نکنین در مقابل از اینا بی ادبی نکنین یکی از شاعر الله حج بیت الله شریف است خانه کعبه هست مکه،, مکه هست صفا و مروه هست همچنان صاحی عرفات است اینا کلش شاعر الله هست ولا شهر الحرام همشان ماهای حرام شما بیاده می نکنین به عزتی نکنین ولا الحدی همشان به نکنین در مقابل امو حد یا قربانی که حجاج می گیرن. ولا القلائده و او حیواناتی که بر از اونا قلاده یا گردن بند عویزان می که او را می به کجا؟ به حرم شریف به خاطر شدن آمینه که اونا قصد میشدن شدن البیت الحرام به بیت الله الحرام با بیت الله شریف یبتغون فضلا من الله من ربهم در حالی که اونا میطلبیدن طلبیدن فضیلت از جانب پروردگارشان کسایی که کارا را میکنن به خاطر چی حج میرن به خاطر چی قربانی میکردن به خاطر چی حج روان میکردن به خاطر هدفشان چی بود که فضیلت از پروردگارشان میخواستن واردوانا و رضایت الله را و اذا حللتم وقتی که شما باز حلال شدین یعنی چی مانا؟ یعنی خود حلال ساختین از احرام اینجا منظورش حلال ساختن از احرام است یعنی در احرام انسان دستش بند است حتی موی خود کنده نمیتونه حتی برود برو 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 خود گرفتن نمیتونه موی سر خود گرفتن نمیتونه بسیاری کارها رو ما و شما میفهم در احرام نمیکنن وقتی که از احرام خلاص شدین بازی کل چیزهایی که سر شما حرام شده بود در حالت احرام پس خود حلال ساختین فستاد و باز شما میتونین که شکار هم بکنید اینجا اگرچه فعل امر فاستادو پس شکار بکنن. بکنین علما میگن که اینجا امر چی به معنای اباحت است یعنی مباح است که باز اگر کس خواست یعنی فرض نیست که حتما کل حاجی بره شکار بکنه یعنی اگر باز خواستین شکار کرده میتونستین ولا یجرمنکم من نکم آن و قوم اینه اینجا یک حکم دیگر هم میگن که وقتی دشمنای الله سیطره و قدرت داشتن بالای کعبه شریف مسلمان ها را مانع شدن حتی اجازه نمی دادن که اونا چی کنن به کعبه شریف بین الله متعال گفت که شما را ولا اجرمن نکه شما را به جرم و گناه نی شنعان بدبینی قوم و قوم که ان صدو که مانع شدن از رفتن شما ان المسجد الحرام به مسجد حرام ان تحت که شما تجاوز بکنید شما تجاوز نکنید اگر اونا تجاوزگر هستن اونا جنایت میکنن اونا خیانت میکنن شما نباید کار تجاوز بکنین فقط در حدود الله هر قسمی که الله براتون حکم میکنه امو کارا بکنین و تعاونوا و میان یک همکاری بکنین علی البر به نیکی و تقوا به در تمام کارهای زندگی مطابق بر و تقوا عمل بکنین دیگه همکاری بکنین ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان و شما معاونت و همکاری نکنین در اسم و عدوان در گناه ها یک روز معصرین مرا پرسان کرد در یک پانزه گفتن استاد سادمی قانون ترافیک در قرآن هست قوانین نیست مفتی ما است. هست گفت در کجایش هست من آیت قرآن میگه و تعاون و علی البر و تقوی نشکل این بر اینجا نشکل این تقوی تعاون علی اسم و عدوان گناه و تجاوز نکنین آهل می مثلا میگم لایسانس چطور است؟ اگر یک نفر لسانس داشته باشه ای در برو تقوا داخل است یا در اسم عدوان در بلو تقوا است پس باید لیسانس داشته باشیم جواز سیر چطور است میگه جواز سیر هم باید اگر داشته باشی برس نیکی هست تقوا هست اگر کس جواز سیر نباشه باز مردم تجاوز میکنن موتر یکی رو دوزی میکنه چیز نمی باشه پس این هم این قانون داخل است آل نشان های ترافیکی اگر باشه این خوب است در نیکی داخل است در دا تقوا داخل است اینا لگه شرایط ترافیکی باشه کسر موتر نمیزنه طفلکایی که مکتب اینجا میفهم شورای ترافیکی است موتر کل استاد میشه مرد اگه نباشه چیست؟ اسم عدوان است پس کل چیزا رو ببینه کلش در چیست؟ در قرآن تحت همی آیت قرآن داخل میشن جاهایی که سوال بر برو تقویس او را بگیرید جاهایی که منفیس اینجا الله مطال میگه و تعاون و شما همکاری بکنین در چی؟ در کل کارای زندگیتان علی البر به اساس نیکی کدام کار نیک است او کار بکو و کدام کار به تقوا نزدیک است او را بکو ولا تعاونوا و همکاری نکنین علی اسمی بر گناه و العدوان و بر تجاوز و تقوا الله و شما تقوا داشته باشین بترسین از الله این الله شدید العقاب یقین که الله متعال بسیار سخت عقوبت کننده است عالم بر ما با شما بیان میکنن بعضی از حیواناتی که گوشت یا خوردن گوشت هایشان حرام است این وقتی شما میخواین که بفهمین کدام گوشت از حیوانات حرام هستند درباره از چندین آیت آمده باید یک آیت که خانی نمی اکتفا نکنین آیات دیگه و احادیث دیگر را هم بگیرین باز مجموعی از بر شما نشان میده که چقدر است چرا در قرآن از این در جاهای مختلف بیان کرده است آلی یک قسمت از این چیزایی که حرام است در اینجا بیان میکنه حرمت میگه حرام شده است علیکم بالای شما المیتت و حیوان خود مرده ایوان خود مرده یعنی ایوان که خود به خود میری مرده یا برق گرفته کشته شده. یا مثلا به شکل از اشکال کاربون دای او را کشته است بنا این حیواناتی که فعلا مثلا در کشورهای اروپایی و آمریکایی توسط کاربون دایوکساید اکساید یا توسط برق کشته میشه مرغایی که کشته میشه باز بر ما و شما نشته باشه پرودکت این برازیل، این این احتیاط بکنید نخورین به خاطر از اینکه الله متعال میگه اینا حرام هستند ما و شما مجاهد کافر را, را, را پرسان کنیم بگید شما زب همه کنید مگه ما خود زب هر نمیفهمیم الله اکبر میگن میگن ما نمیفهمیم خیر چی میکنین میگه فقط بر ما گفته شده که دمی هر گوشت خر اگر نشته کنی حلال باز مسلمان ها برم میخورن ما تاپی حلال زده میدیم در هر چیز از این خواهد در مایه هم میکنن حلال در هر چیز نشته میکنن عوام کرایی میکنن در عوام نشته میکنن این حلال است در هر چیز از این خاطر مسلمان ها باید محتاط باشند که این کار نکنند الله متعال میگه حرام از بالا شما المیت تو حیوان خود مرده که یعنی ذبح شده باشه و بالا از او نام الله گفته نشده باشه و دم و همچنان حرام از بالای شما خون جاری خونی که در وقت زبح از ایوان میریزه ای حرام است اما خونی که در جگر و در قسمت ها میباشه او خونکای کم کمک ده او است او نیستم او رو باز در بیان میشم و لحم الخنزیر و همچنان حرام از بالای شما گوشت خنزیر پشت خ... خنزیر کافرات یک عادت دارن بسیاری وقتا که یکان سودا را میخری بازو برای گوشت خنزیر یک کلمه داره برای برای دنبش چربیش یک نام دیگه داره بچوچی خنزیر یک نام دیگه داره که بیری برش بگویی که دی. ما شما تنها پرکش یاد داریم نه بگیم ده پرک نیست میگن نه پرک نیست که باز ببینیم میگه چی ببینه مثل یک نفر بری بگوی که دمی غذا خر خو نیست میگن نه خر نیست کره است کره خود ما شما میفهمیم که کره اون که است این قصه اونها این اصطلاحات داره بسیاری وقتا که در غرب سفر میکنین در کشورهای اروپایی و آمریکایی بسیاری وقتها اونا اصطلاحات شدن پشت کلمات از این خاطر یک دیکشنری هم تان داشته باشین بازو بیان میکنه که اینی گوشت خوک است ایده یک نام داره چربوی خوک دیگه نام داره مثلا ران خوک دیگه نام داره متوجه هستین از این خاطر متوجه باشین از این خاطر میگه لحم الخنزیر گوشت خنزیر نخورین و ما اوحله و آنچی که صدا شده باشه لغیر الله بهی بالای زو نام غیر الله مثلا بعضی کسا از حیوانات میکشن اون دو میکشن میگه این حیوان به نام بگوان کشتیم به نام رام کشتیم به نام شام کشتیم بعضی کسا هست میبرند از زیر یک زیارت زیر یک قبر میگیره به نام فلانی شخصیت کشتیم الله متعال میگه به غیر از نام الله اگر نام کسی دیگه سر از گرفته شد ایره هم سرتان حرام است نخورین دیگه کدام حیوانات حرام است و المنخنقت و خفک شده بعضی اوقات یک کسی یک حیوان خفک میکنه یا بعضی کساس حیوان دیگه جای بسته میکرده باشه یک وقت خطا میخوره رسوان دگردن شیر خفک میکرده باشه مردار میشده باشه اینی را هم خورده نمیتاین وال الموقوزت و همشان حیوانی که او را زیاد کوب میکنن بعضی کسات از لط و کوب مردار میشه وال المتردیت و دیگه یک حیوانت که از بلندی کو یا از بام یک از اون جای پایان مفتد از زیر مردار میشه این هم خوردنش حرام است و نتیحتو و حیوان است که شاخ زده باشد دو تا بزار جنگ میکنه که شاخ خودگیش زده صبح که میری که اونجا مردار افتاده این هم حرام است و ما اکل صبح یا بعضی حیواناتی است که اونها را حیوانات درنده میخورده باشن در بعضی از مناطق در یکی از دوستای ما بود دا مو داخل مو چیزشان بز داشتن پلنگ آمده بود دو سه تای از اونجا مردار انداخته بود یک کلیش خورده بود یک قسمتش دیگه چیل بود یا خونش چش میکنه میرخ دیگه دیگه اینی, اینی گوشت همیام حرام چرا زبه شدن الا ما زکیتو مگر اگر از این حیواناتی که خفک شده یا مثلا لطکوب شده یا مثلا از کدام جای بلند افتاده یا دشاخ شاخ زدن است تو میری اون لحظه که این میزنه فورا کار ده و او چی میکنی؟ زبح میکنی این الا ما زکیتون میگن باز اگر اونا را پیش از که مردار شوند شما میرین و او تا... چی میکنین؟ زبح میکنین این بازی اجازه است که بازو گوشت خورده میتونی اما اگر نه که بیخی روحش رفته بود مردار شده بود باز خورده نمیتونی و همچنان حرام است ما آنچی که حیواناتی که زوب حذب همیشه علا نصبه بالای نصب ها نصب چی بود؟ یک قسم بطه ها را نصب میکردن بعضی اوقات یکان تا سنگ ها را نصب میکردن یک قسم نصب میکردن یا این قسم نصب میکردن با دستر از امی سنگ حیوان را میکشتن به نام بطه ها و نام قبر ها و نام مردم های حبشه قبر پرست بدن پیش قبرها می مردمای مردم کعبه مکه قریشی ها بود پرست بدن بازی حیوان پیش زمین می کشتن. باز در پای از بود چی میزدن زدن خور از باز در پای از سرخ میکردن که خون از حالا مو عادت در افغانستان هست پای آرس مثلا زیر پای آرس میکشن کشن باز هم خونش ها. بود های آرس ها چی می از مسابقه از این بود پرستی مانده مطابق به شکل رواج حالا بسیاری مردم ها همین گفه نمیفهمن چرا اگر یک نفر پیش روی روکو رو سرکو کنه میگه تو کافر شدی اگر برای زیر پای ها رو سجده کنه میگه کافر شدی باز اگر زیر پای ها رو کشت باز میگه نه کافر نشدی در حالی که الله متعال میگه فصل لیل ربی که وانحر ام نماز تبر الله بخوان و ام زبحه بنام کی بکو؟ بنام الله بکو و روج به طرف قبله باشد نه در زیر پای کدام کسی اینه و ما ذوبه حوان چی که ذبح شده علا نصبی بر چیزهایی که اونا نصب کرده شدن چی بوت ها باشن چی سنگ ها باشن چی سنگ تخت سنگ استاد باشه چی تخت سنگ متعادی باشد و ان تستقسیم و یا این که شما تقسیم میشن بالازلام توسط تیرهای بتخانه تیرهای فالبینی و جادوگری یک قسم ظرفک ها داشتن در بین از این تیرها را میمانه سه دانه تیره یک دانه تیرش مثلا سفر میرفت یک کسی باز میگفت برو یک تیر دیگه چه میگفت نرو و تیر دیگه چه میگفت دلکت بازینال یا چی میکردن وقتی کنجا میرفتن همی کار میکردن باز یک یاروسی میکرد یک دختر رو میخواست نکاب بکنه باز میگه بگی باز میگه نگیری اینال ای چی بوده که این هم یکی از عادات شرکی و کافری هست چرا؟ همین چی مشکل داره؟ یعنی علم غیب الله را به چوب میتن چوب میفهمه ای علم می غیب داره که سفر بر تو خوب است برو چوبه که چرا چی میفهمه؟ نه رو یعنی که علم غیب داره میچوب ای هیچ چیزای فالبینی و جادوگری بود از این خاطر می ای فالبینا و جادوگرا اکثرشان کافر هستن حال باز وقتی که این میگفتش برو باز با می خوشحالی از اینکه این والا صبی برام اجازه داد عالم دیگه چی میکردم یک دانه گاو یا گوسفند یا شتر را باز گوشتاش بر مردم تقسیم میکردن باز این نمی گوشتا میگفت نخوری این خیراتایی که به نام غیر الله میشه نظر به نام غیر الله میشه نام الله را نمیگیرن بینی کارا میشه ای رو نخورین ذالکم تمام از همیا چی هستن فسقون این چی است فسق فسق ما شما چه قسم تعریف کرده بودین گفتیم فسق الفسق و الخروج عن طاعت الله فسق چی است خارج شدن است از اطاعت الله کل ذی کارای مردمای جاهل از شما خال مسلمان شدین وقتی که مسلمان شدی عادات جاهلیت باید ترک کنی الیوم امروز الله متعال میگه که روز کدام روز بود روز عر... عرفات بود در حجت الوداع یا ایس الذین ناامید شدن الذین کسانی که کفر و کافر شدن من دین کم ای من ابطال دینکم تابال بال میخواستن که دین شما را باطل بکنن شریعت الله را نقص بکنن لکن اونا دیگه بعد از این ناامید شدن فلا تخشوهم پس شما ما ترسین ازشان. ترس چهار قسم است یکی ترس توحیدی هست که انسان فقط از الله می ترسه از با الله محبت داره و از عدالت الهی می این ترس توحیدی هست و یکی ترس شرکی هست که به ایواز الله انسان از یک مخلوق می ترسه این ترس شرکی میگن سوم قسم ترس حرام است که تو یک کار شرعی را به خاطر یک مخلوق انجام نمیدی والا باش فلانی مرا لط نکنم والا فلانی مرا بندی نکنم والا فل... فلانی خفه نشه تو امو از ترس از اون مخلوق یک کارایی را نمی کنی را ترس حرام میگم و دیگر ترس طبیعی است کی با زرقیده ارتباط نداره او کدام ترس است که انسان از یک ایوان درنده طبیعتا می ترسه. یک انسان از یک ظالم طبیعتا می ترسه. پس از این خاطر ایره ترس طبیعی میگن یا غریزی میگن وقت والله متعال میگن در ترس توحیدی فقط از ما بترسید اینجا وقت اصل چیست وقت شونی یا داره این کسره دلالت به حذف یا میکنه وقت شونه والله تعالی میگه فقط از من در مسئله توحید و عقیده فقط از من بترسید این ترس کس یکی از عبادت های قلبی هست عبادت های قلبی یعنی قلبا شما باید در ترس از الله باشین به خاطر ترس از الله شما به گناه و ایگپا مبتلا نشین الیوم امروز الله متعال میگه اکمل تو تکمیل نمودم لکن برای شما چی اصول دین تکمیل کردم یکی تکمیل است یکی تتمیم است علما میگن که تکمیل تکمیل اصول دین است که تمام مسائل اعتقادیتان تان کلشن و اتمام تو و تمام کردم تمام فروعات را یعنی تکمیل و تتمیم اردویش شده هم مسائل عقیدی کلش تکمیل هست و هم مسائل فروعات دین کلش بیان شده هر کسی که عبادت جدید را میاره که میگه ای دین است میگه این دشمنی با الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم میکنه و امی آیت انکار میکنه از این خاطر میگه بعض اوقات بدعتکارا کافر میشن چرا کافر میشن؟ که برش بوی که امی که تو میکنی در وقت رسول الله صلی الله علیه بود نه نبود. خیلی چرا تو میکنی؟ میکنم دلم اینا دلش مانایی که مانا که یعنی دین تکمیل نشده و یایی که رسول الله صلی اللہ و سلم دین درست تبلیغ نکرده این خطر بدعت از بعضی کسا کارهای را میکنند که رسول الله صلی اللہ و سلم نکرده او بدعت ها را در دین داخل میکنند الله متعال میگه امروز ما تکمیل کردم دین شما رو و اتمام تو و تمام کردم برای شما علیکم و شما چی نعمتی نعمت خود را یعنی الله متعال بر ما و شما چه نعمت ها داده نعمت چشم نعمت زندگی نعمت حیات نعمت مثلا نمی طبیعت را که بر ما و شما خلق کرده می هوای را که بر ما و شما خلق کرده می اکسیژن را که بر ما و شما داده این سیارات ای کهکشان های نعمت های الله کلش نعمت است لکن نعمتی که پیش الله بسیار نعمت بزرگ است و قرآن و سنت است اینجا الله متعال میگه ما اینمی قرآن عظیم و احادیث سنت های رسول الله بر شما تکمیل کردم ای بسیار نعمت بزرگ از پیش الله و رضیتم و پسندیدم راز انال رضایت الله ده چی حاصل میشه و رضیتو و راضی شدم برای شما پسند کردم لکن بر شما الاسلام دینا که اسلام دینتان باشه دین اسلام باشه دیگه این نام هایی که شما سر در بینتان میمانین و یکی دیگه تان جدایی ایجاد میکنین حسو کنین این نام ها را بهترین نامی که بر تو است چی است بهترین دین دین, دین اسلام است دین آدم علیه السلام هم اسلام بود دین ابراهیم علیه السلام از عیسی علیه السلام موسی علیه السلام و از رسول الله صلی الله تمام پیغمبران دینشان دین اسلام بود این دیگه که نام را تغییر دادن و تفرقه ایجاد کردن یا نامایی که از خود کشیدن الله متعال میگه ورادی تو و ما پسندیدم لکن بر شما الاسلام و اسلام را دینن فمن تر را پس هر کسی که مجبور شود چه قسم مجبور شود در یک حالت قرار میگیری که او را مخمسه میگن در زبان عربی مخمسه چی میگن؟ مخمسه در یک حالت گرسنگی شدید که در یک جای قرار میگیری در یک جای سفر میری نزدیک هستی که تو از گشنگی بموری آل در اینجا باز تو میتونی از همین گشت ها بخوری ولو که گوشت حرام باشه یعنی حیوان درنده مثلا میتونی حتی از عموی حیوانات چیز کس میگه ایره بخوری غیر متجانفن, غیر متجانفن ای که مایل نباشی لیسمین بگناه یعنی مثلا دیگه در موجه آل از گشنگی یک کس میموره دیگه هیچ گوش نیست گوشت خوک است آلی میتونه که یک مقدار از این گوشت خوک بخوره تا جان خودن نجات بتن اما علاقمند گناه نباشه که دیگه باز آلی که خوب نجات هم پیدا کرد بگید تو بیانم این رانش زنده بر ما کباب بکن اینی باز علاقمند گناه هست این کار نکنید و اگر در حالت مخمسه قرار میگیره و یک چیز حرام مجبور میشه بخوره در حالی که علاقمند به گناه نیست فا این الله پس که الله مطال غفور بخشاینده است رحیم مهربان است یس الونک سوال میکنن ترا ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ماذا احل لهم سکن رسول الله چه قدر با الله ادب داشت وقتی که از رسول الله سوال میشد رسول الله صلی الله علیه و سلم زود جوابش نمیگفت منتظر وحی الهی می بود چرا حلال و حرام کردن ای از چی از, از تخصصات الله است مخصوص الله است الله میگه این حلال است این حرام است حتی بر پیغمبر میگه یا ایوه النبی ای پیغمبر اینا احللنا لک ازواجک ما سیم بر تو حلال کردیم هم سرای تره پیغمبر سب نو تا خانم داشت چرا؟ الله برش حلال کرده بود بر ما تا چند تا بر ما یک تا حلال است دو تا حلال است سه تا چهار تا این بر ما به زفاز و کار الله است و در جایی که حتی رسول الله سلام عسل نمیخود الله برش گفت یا ایوه النبی ای پیغمبر لما تو حرم و ما احل الله لك چرا تو حرام میکنی چیزی که الله بر تو حلال کردن توی حق نداری بخو اصل که مردم فکر میکنن البته اصل خوب چیز نیست که تو گفتی من نمیخورم پس پس رسول الله صلی الله علیه و سلم مبلغ دین بود این چیزی که الله برش حلال و حرام میکرد بیان میکرد از این خاطر الله متعال برش میگه یه سوال میکنن از تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ما که چی چیز حلال شده است لهم براشان قل بگو رسول الله درش میگه بگو که الله از طرف ما بگو او حل لکم حلال شده برای شما اب طیبات و چیزهای پاک او چیزهایی که حرمت از او در قرآن و سنت و در کتابهای فقهی بیان نشده است که حرام است پس چیزهایی که بر شما طیب است او الله متعال در قرآن و سنت بیان کرده علما و فقه های بزرگوار اسلام او را شرح کردن و تشریح کردن او حل حلال شده بر شما لکم طیبات و چیزهای پاک و آن چیزی که علمتم شما تعلیم دادین من الجوارح از حیوانات درنده مثلا در اسلام این هم اجازه هست که بعضی از حیوانات و پرنده ها را تعلیم میتن که اونا برن چی کنن؟ شکار بکنن این وقتی که او شکار میره این هم بر شما حلال است بینه در حالی که شما تعلیم دادن بعضی از سگ ها را یا حیوانات دیگی را یا مثلا بعضی از پرنده ها را پس تعلمون احنا شما اونا را تعلیم میتین مما مم علمکم الله از آنچه که الله بر شما تعلیم داده هست یعنی چه قسم اونا را تعلیم دادن که اول او هر حیوان نباشه بلکه حیوان تعلیمی باشه یک شرطش دومش چه قسم تعلیمی است که به امر شما به شکار میرن و وقتی که صدایش میکنید پس به امر شما میاین سومی است که باز شکار از زنده میره این شرط دیگه ایش است دیگه است که در شکار کس دیگه شریک نشده باشه متوجه هستید یعنی شکار هم تو زنده و تعلیمی هم تو شکار ها بدون خوردن و تو را راست میره پیش زمین کس که تعلیم داده برش میده دیگه که یه حیوان شما امتحان کرده باشین که اینا امتحان داده باشه باز اونو گوشت از اونو پرنده را که میره شکار میگیره میره پیش میمانه فکولو پس بخورید مما امسکنه در آن چیز که بگیرن علیکم برای شما همی حیوانات واذکروا اسم الله علیه لکن همو لحظه که همی حیوان رحا میکنی باید چه بگوی الله اکبر بگوی نام را الله را بگیری بسم الله واتقوا الله وبتر سیدز الله ان الله صلیع الحساب یقینا ک اللهمتالی زود حساب گیرنده هست الیوم امروز احل لکم حلال کرده شد بر لکم برای شما اطیبات و چیزهای پاک و طعام الذین اوتو الکتاب همچنان غذاهای یعنی زبیحه اهل کتاب هم برای شما حلال است اهل کتاب کدام مردم ها را میگن اهل کتاب کل اروپا و امریکا کلش اهل کتاب نیست بعضی کسا نمیفهمن در اسلام که چند فقه است یکی فقه قرآن است که تو باید قرآن, قرآن بفهمی دوم فقه سنت است که تو باید سنت رسول الله صلی الله علیه و آله بفهمی احادیث درست بفهمی سوم فقه واقعی هست که تو باید جامعه خودت درست بشناسی آل خوردن زبیحه اهل کتاب حلال است چی مانا حلال است مانایش این است که برای کافرا اگر چه اهل کتاب هم در شرک و کفر مبتلا هستند در وقت رسول الله صلی الله علیه و هم مبتلا بودند لکن فرق بین اهل کتاب و بین دیگه کافرا همین است که اهل کتاب چون کتاب آسمانی دارن بر از اینا نسبت به دیگه کافرها دو برتریت داده شده است او دو بر... برتریت چی است یکی برتریت شانی است که از دیگه کافرها را زبیحش خورده نمیتونی از اهل کتاب خورده میتونی دوم دختر دیگر را گرفته نمیتونی از بود پرستوترا را از اهل کتاب میتونی مسلمانا کتشان نکاح بکنن خب آل اهل کتاب کدام اهل کتاب است در غرب مثل که در شرق ما و شما بعضی کسا کمونست شدن کافر شدن الله را دشنام میتن اگر این نمی کسی که کافر است میگه من کمونست هستم خدا را قبول ندارم امگی گوسفند بکشه ولو که کلمه بخونه گوشت چه باید نخوری چوری خودش سراتان میگه که من کافر هستم الله را قبول ندارم اهل کتابی که در اونجا در اروپا و امریکا هم هستن اونجا یک تعدادشان به دین خود متمسک هستن از اونویی که مطابق دین خود مطابق کتاب خود ذبح میکنن اما او اهل کتابی که چی میکنن مرتد شدن کافر شدن سیکولر شدن و میگن که ما اج به خالق باور نداریم او اهل کتاب گفتن نمیشه اروپا و امریکا اینا که هستن بعد از انقلاب فرانسه بسیار از اینا از دین نصرانیت و دین خود چی شدن؟ مرتد شدن و بسیاری یهودیایی که صهیونیست هستن اونا هیچ به دین خود گرایش ندارن شیطان پرست شدن فهمیدی یعنی پس ما نمیتونیم که از کل از اونا را گوشتایشان را بخوریم اینا از کسایی را میخوریم که اونا به مدین خود چی باشه این الیوم الله متعال امی موضوع را میگه الیوم امروز احل لکم حلال کرده شده است لکم برای شما الطیبات و چیزهای پاک و طعام الذين اوتوا الکتاب. اینجا منظور است طعام غذا نیست اینجا ذبیحه هست چرا طعامی که مثلا ترکاری با و چیزهایی که در او گوشت یا پای استعمال نشده او خزر کس خوردنش جایز است از اون دورم هم خورده میتونه و ذبیحه کسایی که برشان کتاب داده شده حلل لکم است برای شما و تعامکم و امی زبیحه شما حل الله هم حلال از برای از اونا و المحسنات و همچنان زنهای پاکدامنی که از اهل کتاب هستن پاکدامن هستن یعنی بدکاره نیستن من المؤمنات از زنهای مؤمن مسلمان و المحسنات و زنهای پاکدامن من الذین اوت کتاب از کسایی که اهل کتاب است شما به امرای زنها هم نکاح کرده میتونین و من از کسانی که و و زنان پاکدامن من الذين از کسانی که اوت الکتاب کتاب داده شده برایشان من قبلكم قبل از شما یعنی یهود و نصارایی که به کتاب خود چی هستن متمسک هستند امرای از اونها هم شما ازدواج کرده میتونید اذا به شرطی که اتای تو بتین برایشان اجور هن یعنی مهور هن برایشان بتین محسنین در وقت پاک دامنی غیر مصافحین نه به زناکاری یعنی امرای زنا زنا و گناه نمیکنین بلکه با نکاح میتونین امرایشان چی باشین نکاح بکنین ولا متخذی اخدان و همشان شما دوستای سری که گرل فرند و بای فرند است. دوست دختر و پای بای, بای چیز؟ دوست پسر و دوست دختر این کلمات کفری که از کافرات ترجمه شده ای کار نکنین که کتی یک دختر مسلمان یعنی جوان مسلمان حق نداره کتی یک دختر مسلمان ارتباط سری داشته باشه که پدر و بیادر و فامیلش خبر نداشته باشه این الله میگه ولا متخذی اخدان دوستای سری نگاری نه دختر مسلمان و دیندار او دختر است که هیچ وقت امرای یک پسر ولو که مسلمان است بدون با خبری پدر و مادر و اعضای خانوادهش امرای از ارتباط باید نگیره و هم قسم قس... بچه‌ای که چاست این کسایی که عاشق عاشقی میکنن و عاشق هستن که ارتباط داره و مسیجا روان میکنن اینی مردما یا چی کردن اینی متقی نیستن یا گناهکار هستن فاسق و فاجر هستن چرا الله متعال میگه ولا متخذی و نگیرید اخدان روابط پنهانی و من و هر کسی که یک فر کافر می شود بل ایمان با ایمان فقط حبت پس یقینا که نابود شده است عمل او تمام اعمالش و هو فی الاخره من الخاسین اینمی انسان در آخرت از جمله خسارت کننده است یا ایها الذين آل الله متعال حکم وضو را میگیره خب ما شما کل ما میفهمیم الله متعال میگه یا ایها الذين و ای مؤمنان اذا قمتم ای اذا قصدتم وقتی که شما قصد کردین برای چی الی صلات بر نماز خواندن پس قبل از نماز خواندن تان شما باید چی کنین فقسلو پس باید بشوین یعنی وضو داشته باشین فقسلو در وضو تان بشوین وجوه گمروه را و ایدی کما سایتان را, را ال المرافق تا به اورنج ها این فرض های وضو هست و امسحوا و مسح کنید بر رؤوسکم بسرهایتان اینجا رؤوسه و ارجلکم و بشوید پاهایتان را ال الکعبین اینجا میگن که ارجل کسی عطف است بالای چی بالای ایدی چرا گفته ایدی ال المرافق ارجل ال الکعبین این قسمت ای به زبان عربی است که ایره علما تفسیر میکنن و ششتن پای از می خاطر فرض است و دوم گپی که هست چون مفسر قرآن رسول الله صلی الله علیه و سلم است رسول الله صلی الله علیه و سلم ما است که در احادیث آمده است صحیح البخاری را کس قبول داره صحیح مسلم کس قبول داره ابو داوود کس قبول داره نسائی را کس قبول داره, داره،, داره، مصطفی دا احمد ابن حنبل را قبول داره دا که در کل از روایت آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلام پایای خدا میششتن صحابه پایای خدا میششتن و حتی حدیث داریم که ویل للاعقاب من النار شدت عذاب است برای کسایی که پای خدا میشه و عاقب پایش خشک میمانه پشت پوشه هست، سی متوجه نیم باشن اونم میگه تو دو آتش دوزخ داخل میشی پس این آیا تک است ایره مثلا ام از نگاه نحوی که عطف است بالای چی بالای ایدیکم ال المرافقی و ارجلکم ال الكعبین ارجلیکم نگفته ارجلکم است متوجه هستین و ایدیکم و ارجلکم اما مثلا رو سر که از به داخل شده که به که از باز به رو او سه سی سینزر سه سی هست این مسائل نحوی است کسایی که باز نحو صرف می فهمن. بلاغت هم می میفهمند دیگه می و دیگه دلیل ما چی است که مفسر قرآن رسول الله صلی الله علیه و سلم است به شرطی که کس احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. که در صحیح بخاری صحیح مسلم ابو داوود نسائی ترمیزی این یعنی کتابای سنن اینا یعنی که اومده ایر قبول داشته باشه و این کنتم جنبان الله متعال میگه اگر شما بودین در حالت جنابت حال یک نفر مثلا در حالت جنابت باشه فطهرو پس شما چی کنین؟ باید غسل بکنین و این کنتم مردا اگر شما مریض بودین اول سفر یا در سفر بودین او جا احد من کم یا یکی از شما بیای من الغایت از تشناب متوجه هستین؟ او لامست من نسا یا لمس بکنید همسران تان نزدیکیت بکنید نسا با همسران تان فلم تجود ما ان بازی دمی شخص آب نیافتی چی الله متعال میگه فتیممو پس شما تیمم بکنین فلم تجیدو چی میگه از تجیدو گرفته میشه که یک نفر خوب سعی طول تلاش کرد باز لم یجد فهمید یعنی باز نیافتی سعی و تلاش کردی و تو نیست قرار شیش چی دیگه که بارا نیست باش ما بارا که یک اک تیمم کنم اول تلاش کو فا این لم تجیدو باز اگر تلاش کردین لم تجیدو نیافتین فتایم و شما تایمون بکنین قصد بکنین چی در؟ سعیدن در خاک طیبن پاک این کس یگان تا سر چپن خود تایمون میکنی غلط تا سر قدیفه خود میکنی درست نیست فتایم ممو شما تیمم بکنین به چیزی که از جنس خاک از سعیدن از خاک باشه طیبن پاک باشه فامیل فام ساخو پس مصحبو کنید دی وجوه کن بر و عیدی کن و دستایتان من از اینمی ما یرید الله نمی خواهید الله متعال یجعل علیکم من حرج یعنی الله نمی خاید. شما در آلت سختی قرار بگیرین بعضی کسایی که جاهل از نمی فهمه. اگر او غسل میکنه میکوششه با از میره غسل میکنه او برادر سر و تو خیلی لحظه خو میتونی که تایمون بکنی یا او نمیفه هیچ نماز نمیخوانه الله متعال میگه تایمون بکن و ای به خاطر چی ای تیمم الله اجازه به خاطر ازی که الله نمیخوای سر شما سختی بیه مشکل بیه ولکن یورید ولکن الله اراده میکنه حرکم شما را پاک بسازه ادال انسان و مسلمان توسط چی پاک میشه توسط غسل پاک میشه و توسط تیمم پاک میشه پیش الله پاک هستی وقتی که الله گفت می تو پاک میشی خلاص یقینی نمی که تو پاک شدی ولی تیمم و تا این که الله تمام کنه بالای شما نعمت و نعمت هایشان را علیکم بالای شما و لعلکم شاید که شما شکر تشکرون شکر گزار باشین به الله و اذکروا نعمت الله علیکم و و یاد کنین نعمت الله نعمت های الله را علیکم بالایتان و میثاق او او عهد پیمان الله را الذي واثقكم به که از شما خوب امت پیمان عهد قوی گرفته است از قلتم وقتی که شما گفتید سمعنا ما شنیدیم و اطعنا و اطاعت کردیم اصحاب رسول الله صلی بسیار با ادب بودند و مسلمان ها بسیار با ادب می باشند وقتی که شریعت الله حکم الله می فورا می سمعنا و اطعنا ما شنیدیم و اطاعت کردیم واتقوا الله وبترسيد الله تعالى ان الله يقين كالله الله عليم بسيار با خبر از بذات السوري با ان شي در قلب شما ميگذرم يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان كونوا باشن قوامين لله بسيار مواظب باشن دقيق باشن بعد احكام الله فهميدن مكونوا باشن قوامين بسيار مواظب و دقيق شهداء خوب شاهدا باشن بالقسط بعدالت ولا یجرمنکم و شما را به جرم نکشانه چی شانه آن و قوم بدبینی یک قوم که شما یک کس را بد میبینین علا ان لا تعدلوی که عدالت نکنین نه. ولو که یک کس خوششان نمیایم در وقت مسائل فیصله و تراک میشه باید عادلانه باشین عدالت بکنین اعدلو الله مطال میگه عدالت بکنین هو اقرب للتقوى عدالت به تقوا بسیار نزدیک است این کسایی که به عدالتی میکنن خدا متقی میگیرن میگه شما تقوا ندارین عدالت حتی ولو که سر خودتان باشه شهادی شهادت بتی بگی این حق من میرسه این حق تو میرسه جان مقابل ضعیف است تو میتونی از 30000 سی هزار بگی به از او بیست هزار بید باشه نه 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 پنج هزار برای تو میرسه بیست پنج هزار حق من هست چیزی که حقش از باید بشه بتی ان الله حتی اگر کار را میکنی وظیفه میکنی مثلا در یک جای کار میکنی میگه من در مقابل این قماش میخوایم که شما کار میکنم حال تو باید عادلانه باید کار بکنی و تو نیست که یک ساعت از صبح بزنی یک ساعت از شام بزنی یک ساعت هم یک روز هم در هفته نبی باز بگه والا ما بسیار خوب آدم هستم اعدل و عدالت بکنین هو امی عدالت اقرب للتقوى ای قریب از بر تقوا بعضی کسا هم تقوا را فقط در نماز فکر میکنند. من نماز خوبش خوانم بسیار خوب عادل هستم در پشت حرام نمیگرده حلال نمیگرده حق خود نمیگرده حق دیگران نمیگردن از این خاطر ای باز میگه که عدالت وقت تقوا نزدیک است اون وقت تقوا می داشته باشی ان الله یقین که الله متعال خبیر بسیار خب با خبر است به ما تعملون به آن چیزی که شما عمل میکنید وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله وعد كرد الله متعال بركي بركة سايك الذين كسانك آمنوا وإيمان دارن وعمل الصالحات وأعمال صالحة هم برزنا شو وعده برزنا مغفرة هم وعده كرد بسيار عظيم وبزرگ أما كسانك كفروا والذين ما كسان كافر وتكذبوا وتكذب وتكذيب ميكنا بآياتنا آيات مرة أولئك أصحاب الجحيم الله متعال ميكنا صاحبان الدوزخ حسن یا ایها الذين امنوا ای مؤمنان اذكروا نعمت الله علیکم یاد کنید نعمت های الله را بالای شما اذ هم قوم یک وقتی که همت ورزیدن سعی و تلاش کردن یک قوم ان ستویی که دراز کنن دراز کردن دست انیب یعنی علیکم ایدیکم دراز کردن دست خدا بر شما یعنی میگه دست درازی نکو یعنی ای که حمله نکو بالای ما یا مثلا کار خرابی را نکو فکف ایدیهم پس الله متعال باز داشت أيديهم هم دستا را يعني حمله عنكم از شما واتقوا الله وبترسين از الله وعلى الله فليتوكل المؤمن ومؤمنه بالا اي توكل الله توكل میکنن ولقد اخذ الله ويقينا ان الله مطال گرفته هست ميثاق ميثاق گرفته عهد گرفته است از بني اسرائيل وبعثنا منهم و در بين از الله مطال ميگه فرستادم 12 نقيبا 12 نفر نماینده است اینا روان كرديم وقال وقال الله وگفت الله مطال اني معكم ما امر شما هستم تا چه وقت الله همراه شما هست لئن اقمتم الصلاة وقتی که شما اقامه نماز بکنین و آتیتم الزکات و بتین زکات را و آمنتم به رسولی و ایمان بین و پیغمبران من و موهم و شما اونا چی کنین کمک بکنین و اقرضتم الله و شما قرض بتین بر فقیرا به نام الله قرضا حسنا قرض حسنه بتین لا اکفرن باز الله متعال میگه حتما میگه ما چی میکنم از بین میبرم انکم از شما سیئاتکم گناهان شما را ولا ادخلن نکم و حتما داخل میکنم شما را جناتن و باغهایی که تجری من تحتها ها الانهار که زیر از اونها جوی بارها جریان داره فمن کفر بعد از ذلک فمن پس هر کسی که کفر و کافر شد بعد از ذلک بعد از این من شما فقط یقینا که گمراه شده سوا از سبیل از راه راست اینا چی شدن یهودیا چی مشکل داشتن و سرشان چی عذاب آمد چرا لعنت شدن یهودیا با وجودی که میفتن ما به الله ایمان داریم فبی ما نقضه هم به سببش که ساندنشان میساق هم عهد و پیمانشان را لعننا هم الله مطال میگه ما اینا را لعنت کردیم و جعلنا قلوب هم قاسی اگر داریم قلب های از اینا بسیار سخت چی اشتباهات کردن اینا یک اشتباهشان این بود که یحرف فون الکلمه عن مواضعه کلمات الله را سخنان الله را از جایش دور میکردن گای زیرش اوس میکردن گای زبرش اوس میکردن گای یک مانای دیگر را برش میآوردن ایده تحریف میکردن کلام الله را و نه سوا فراموش کردن حظ من ما ذکر آن نصیبی که الله متعال برشان داده بود من ما نصیبی که ذکری برشان داده شده بود بهیبان به ولا تزال و تطلع و رسول الله صلی الله علیه و تو اطلاع حاصل میکنی میبینی الا خائنت منهم بخیانت های کونا میکنن الا قیل منهم مگر یک تعداد کمشان خیانت نمیکنن فاف عنهم پس از ایشان و صفح و گذشت کو ان الله یقین که الله متعال يحب المحسن انسان های محسن را دوست دارد نیکوکار دوست دارم و من الذين وكثر که و من الذین قالو و بعضی از کسایی که چی کردن گفتن انا نصارا ما هستیم الله متعال میگه اخذ نگرفت میثاق هم از اونا هم عهد و پیمانشان گرفتیم فانسو پس فرما فراموش کردن حظا نصیب بزرگی که مما ذکی رو از او پیمانی که برشان داده شده بود بهی به آن فا اغرای پس انداختیم بین هم در بینشان وقتی که اینا نافرمانی الله را کرد به سبب نافرمانی الله در بین از چی ایجاد شد؟ العداوت دشمنی والبغضاء وبغض كينا إلى يوم القيامة تا و و وصوف ينبئهم الله و الله مطالع انا را آگاه و خبر می سازه بما کانو يسنون بهان چیزی که انا انجام میدادن یا اهل الكتاب ای اهل کتاب قد جاکم یقینا که آمد بر شما رسول انا پیغمبر ما یبینو که بیان می کند لکم برای شما کثیرم بسیاری از احکامی که من ما آنچه که کنتم تخفون شما اونها را مخفی میکردین،, میکردین من الكتاب از کتابتان ويعفو وعفا ميكنا عن كثير از بيسياري قد جاءكم يقينا كه آمد من الله از جانب الله نور آمد وكتاب مبين و يهدي هدايت ميکند به توسط ازو ازو الله مت الله متعال من تبع رضوانه هر كسي كه مطابقت الله ر السلام والسلام سلامتي ويخرجهم من الظلمات وانار خارج مكان الساركيها الى النور باذنه بطرف روشني باجازهش ويهديهم وهدايت مِكَنَا الى صراط مُسْتَقِيمٍ براه راست سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك